مشکلات و تنگناهای اقتصادی عاملی شده برای فروپاشی خانواده ها. گزارش های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می دهد که آمار افراد زیر خط فقر رو به افزایش است، تا جایی که از هر 3 نفر در ایران 1 نفر فقیر است. اما باید در نظر داشت که در این پایش شاغلان فقیر در نظر گرفته نشدند، که اگر در نظر گرفته شوند از هر 2 نفر 1 نفر قطعا فقیر به حساب می آید. این افزایش فقر باعث شده که آسیب های اجتماعی در ایران بیش از پیش نمود پیدا کند. جدیدترین نوع این آسیب بی سرپناه شدن خانواده ها و ترک خانواده توسط مردان است. در همین رابطه مدیر یک مؤسسه خیریه گفته بود مراجعه زنان با فرزندانشان به این مؤسسه به دلیل ترک همسران در ماه‌های اخیر افزایش یافته، چرا که همسران آنها به دلیل فقر و بیکاری نمی‌توانند هزینه‌های خانواده را تأمین کنند، به همین دلیل آنها را ترک کردند. نمونه این امر پدری کارگر است که به خاطر شرایط مشقت‌بار خانواده را ترک کرده و در سرویس بهداشت عمومی زندگی می‌کند. آخه شما چطور اینجا داری زندگی میکنی آخه؟ چند تا بچه داری؟ 4. چطوری زندگی شما تعمیم میکنی؟ آخه در تفیر پیشتر نیز روح الامینی نماینده مجلس رژیم ضمن اشاره به گسترش فقر و بیکاری گفت در برخی مناطق 2 خانواده در 1 اتاق مشترک با یکدیگر زندگی میکنند. متاسفانه شنیدم توی بعضی از مناطق جنوب شهر پرده میکشن وسط اتاق و یه خانواده 2 طرف پرده زندگی میکنن با سرویس مشترک. مشکلات یا بعضی ها میدن پشت بون مثلا چادر بله. میذارن یا از این حرفای شنیده میشه آدم و واقعیت هم داره متاسفانه. این آسیب های اجتماعی که شکل دیگری از فقر را نشان میدهد مانند سونامی است که با افزایش تورم و گسترش فقر و بیکاری میتواند به نابودی بخش بزرگی از جامعه شامل زنان و کودکان منجر و بر شمار کودکان و زنان کار و تکدیگری بیفزاید. این حجم از فقر و فروپاشی خانواده در حالی است که روز گذشته علی خامنه‌ای در تبریز بار دیگر بر افزایش جمعیت تأکید کرد و گفت امروز اگر برای مسئله فرزند آوری فکری نکنیم 15 سال دیگر کشور به اندازه کافی جوان نخواهد بود.